به هارتاک خوش آمدید. با من زینب بداوی در استانبول. مهمان من شهردار جدید این شهر اکرم امام است. او با شکست حریف خود از حزب حاکم ادالت و توسعه نه یک بار که دو بار تونست به طور جدی جلوی اون حزب بیسته. پریزیدنت اردوغان گفته که هر کس در استانبول پیروز بشه ترکیه را برده. آیا باید در سیاست امروز ترکیه به اکرم امام مقلو چشم دوخت؟ آقای شهردار اکرم امام اغلو از اینکه اینجا توی دفتر کار شهردار نشستین تعجب نمیکنین هرچه باشه بعد از 25 سال حزب شما حزب جمهوری خلق برای اولین بار به این منصب دست پیدا کرده خیلی راحت اینجا نشستم. خیلی هم تعجب زده نیستم. برعکس خیلی هم آماده و پا به رکابم. روزی که شما برنده شدی رهبر حزبتون کمال قلیچ دار اغلو گفت یادتون نره این دموکراسیه که برنده شده. گفت امروز تمام دنیا به ترکیه افتخار میکنه. اگه اینجور باشه طبق حرف رهبر حزب شما حزب حاکم عدالت و توسعه خیلی دموکراته چون در انتخابات تقلب نکرد یعنی چکت من نمیدونم کی چجوری رفتار کرده ولی ما تدابیر زیادی اتخاذ کردیم و فرصتی برای خطا باقی نگذاشتیم قبلش هم در دور اول انتخابات خیلی با تدبیر عمل کرده بودیم نه با حیله در دور دوم هم, هم همینطور اونا سعی کردن بر سر اختلاف آرا در دور اول حیاهو را بندازن که به جایی نرسید در دور دوم این اختلاف بیشتر شد من به این جمله خیلی باور دارم که پیروزی از آن دموکراسی است. چه تدابیری اتخاذ کرده بودید؟ ده ها هزار، حتی صد ها هزار نفر سر از هندوق ها یا مقابل مدارسی که حوزه های بود کار نظارت بر انتخابات رو انجام دادند. برای نمونه ما ساعت نه شب نتیجه کامل انتخابات رو وارد سامانه کردیم. یعنی نتیجه رو میدونستیم. با این که شما پیروز شدین ولی آقای اردوغان شما رو اردک لنگ توصیف کرده. بی خود نمیگه نه؟ اگه به دموکراسی باور داشته باشین تحت هیچ شرایطی چنین تشبیه هایی نمی کنین. اردک لنگ خیلی توصیف زشتیه. من نفهمیدم منظورش چی بود ولی ما راست و استوار ایستادیم چون از این به بعد چه کسانی که رأی دادن و چه کسانی که رأی ندادن همه پشت سر ما ایستادن. بهتون میگم منظورش چیه منظورش اینه که درسته که شما برنده شدینو پ4 و درصد آرا رو مجلس،, مجلس. بزار این حرفم رو تموم کنم درسته که شما ۵4 درصد آرا رو به دست آوردین و رقیبتون بن علی یلدریم فقط ۴ش درصد اما حزب حاکم عدالت و توسعه ب۵ منطقه از ۳ منطقه استانبول رو به دست آورده اونا بیشتر کرسی های شورای شهر رو هم دارن البته کنترل کامل کشور رو به این دلیل که بهتون میگه اردک لنگ اه, bizim bizim kolaylığımız şu meclisi biz canlı izlettiriyoruz ve şunu hissettirdik şeffaflıkla <applause> چیزی که کار ما را آسون میکنه اینه ما جلسات شورای شهر رو زنده از تلویزیون تماشا میکنیم و خیلی شفاف این رو به اعضای شورای گفتیم که اکثریت به کرسی های شورا نیست بلکه به رأی که ما بیرون شورا داریم بعدش ما که نمیخوایم اراده خودمون رو به شورا تحمیل کنیم بلکه طرحهایی که به شورا میبریم برای حل مشکلات جامعه و همه کسانی که در استانبول زندگی میکنند ما دنبال خودمون نیستیم دنبال خواسته مردم استانبولیم در پخش زنده جلسات شورا هم میبینین که ولی شما دستتون بسته است نمیتونین کاری رو بکنین که میخواین چون همونطور که توضیح دادم قدرت دست حزب عدالت و توسعه است این هم محک قدرتمندی برای روند دموکراسی در ترکیه میشه خواهیدید که اینجا هم اونی که برنده میشه مردم استانبولن این آزمون بزرگی میشه برای روند خو کردن به دموکراسی و پیشبرد روند دموکراسی و پرورش قابلیت های دموکراتیک در ترکیه ولی الان که اینجوری به نظر نمیاد چون قانون اساسی ترکیه به رئیس جمهور قدرت زیادی میده و آقای اردوغان همین حالا هم برای محدود کردن قدرت شما قدم برداشته مثلا گفته که شهردارها دیگه حق از و نصب مسئولان شرکت های وابسته به شهرداری را ندارند این شرکتها هم منبع عظیمی برای درآمد شهرداری ها هستند که قدرت سیاسی عظیمی به شهردار میداد با این تصمیم قدرت شما خیلی کاهش پیدا می کنه بریم سچیل گفته بود من رأی نمیارم ولی رأی آوردم در مورد شرکت ها هم همین طور میشه این مرحله رو پشت سر میذاری. کار آسان رو هر کسی میتونه بکنه موفقیت یعنی انجام دادن کار سخت از پس اینم برمیآید جلو ما رو نمیشه گرفت. اونا با این کارا فقط خودشون رو به زحمت میندازن چون راهی که ما میریم راه قانونه. ولی اونا راه دور زدن قانون رو میرن. اینجوری هم نمیشه و به جایی نمیرسن. ما موفق میشیم شهرداری و بودجهش 25 سال دست حزب عدالت و توسعه بوده بودجه که بالای 9 میلیارد دلاره شما بعد از 17 روز که در شهرداری مستقر شدین گفتین که شواهدی از سوء استفاده از بودجه پیدا کردین این شواهد چیه خیلی konular var از استفاده از ماشینای لوکس گرفته تا مثلا تو اقامتگاه شهردار که 67 نفر کار میکنند. مدارکی داریم که نشون میده به بعضی پیمانکارا رقمای خیلی بالاتر از اون داده شده که باید داده بشه به جای اینکه مزایده شفاف بذارن قرارداد رو به فرد معینی دادن بزرگترین مشکل اقتصادی شهرداری استانبول اصرافاصراف ایستنبول بلدیهسینن باید بگم که حزب عدالت و توسعه اعطای قراردادهای پرریخت و پاش را به نزدیکان حکومت کاملا تکذیب کرده خواستم که این تکذیبییه حتما ذکر بشه ولی شما هم تجربه چندانی برای سر زدن با این مانورهای سیاسی رو ندارین با خودشون راست باشین. شما فقط شهرداری یکی از مناطق استانبول بودین و حالا میخواین اقتدار حزب دولت و توسعه رو که طی سالهای دراز در شهرداری استانبول مستحکم شده از ریشه بکنین. قطعا ما کار انقلابی خواهیم کرد و این وضع رو تغییر میدیم من در منطقه خودم هم با اینو مبارزه کردم و کسی هم که تونست تغییر ایجاد کنه اینجا رو هم تغییر میدم چندانم دنبال زدابنده های سیاسی نیستم کار خودم رو میکنم پرداخت های غلط رو درست میکنم قرارداد غلط رو درست میکنم آخرش هم به مردم نشون میدم و میگم ببینین اون رقم شده این شهروندانم مقایسه میکنن ولی شما با واقعیت ها سر و کار دارین مثلا جانان خفتانچی رئیس شعبه حزب جمهوری خلق در استانبول داره به اتهام انتقادهایی محاکمه میشه که پنج سال پیش در شبکه های اجتماعی از آقای اردوغان حکومت کرده بود با اینکه شما این محاکمه رو محکوم کردین و گفتین تهدید سیاسیه ولی داره پیش میره این واقعیتیه که باهاش سر و کار <applause> البته که اینطوره ما اصلا فکر نمی کنیم که راه بی مشکلی در پیش داریم حتی با گرفتاری خیلی بزرگتر از اونچه برای خانم خفتانچی و پیش اومد میتونیم روبرو به بشیم فردا ممکنه همین حملات به خود منم بشه برای رویارویی با این گرفتاری که برای خانم خفتانچی و پیش آوردن و گرفتاری آینده تنها نیرویی که داریم مردمی هستن که پشت ما ایستادن در آینده همین نیرو رو به کار میگیریم به باور من با توجه به نتیجه انتخابات حکمی هم که دادگاه برای خانم خفتانجی جیولو میخواست صادر کنه تغییر میکنه باور دارم که همه ما برای حفظ و برقراری عدالت قدم برخواهیم داشت <applause> آیا شما فقط میخواین در حمایت از همحزبیتون حزبیتون خانم خفتانچی اغلو صداتون رو بلند کنین یا اینکه صدای اعتراض شما شامل حال 132 روزنامه نگار و رو کارکنان رسانه ها هم میشه که طبق آمار اتحادیه روزنامه در سراسر ترکیه در زندانن هر چیزی رو که حس کنم جسورانه به زبان میارم و به زمان دیگه ای واگذار نمی کنم. برای اینکه شهردار موفق بشم و شهروندان راضی باشن بیشتر از هر چیزی به عدالت نیاز دارم عدالت باید در شهر حاکم باشه پس البته که حرفم رو میزنم البته که منم نمیخوام که تو این کشور روزنامه رو به خاطر اندیشهشون دستگیر کنند. البته که نمیخوام مثل کاری که به خانم خفتانچی اغلو کردن با انگیزه های سیاسی برای کسی اتهام تراشی کنن بنابراین حتما شهرداری خواهم بود که حرفم رو خواهم زد شهر استانبولم هم همین رو از من میخواد پس شما قضیه خانم خفتان چغلو رو به عنوان نمونه به کار میبرین تا بگین با روزنامه نگارای زندانی در سرسر سر ترکیه مثل او رفتار شده؟ کاملا همینطوره، کاملا بذارین نگاهی بندازیم به کارهایی که باید در استانبول بکنین شما چیزی نمونده پنجاه سالتون بشه از خانواده مرفعی هستین خانواده شما شرکت ساختمونی داره شما یک کافه رستوران کوچولو هم داشتید با کباب و اینا شما میتونین گرفتاری های مردم رو درک کنین اینکه 25 درصد جوان ها بیکارن نرخ تورم بالاست ارزش لیر حسابی افت کرده واقعا میتونین حس و حال مردمی رو درک کنین که از هزینه زندگیشون بر من مثل کارگرا بزرگ شدم. درسته که بابام سرمایه بود ولی من را مثل کارگر ساده بزرگ کردن. ذهنیت کارگر را درک میکنم. میدونم عرق جبین چیه؟ بعدشم هزاران نفر زیر دست من کار کردن. کارآفرین بودم. همیشه هم کارآفرینی بودم که درد کارگر رو میفهمه. بعدش هم که شهردار شدم و به زندگی سیاسی پا گذاشتم به حرفای دردمندان و بیکارهای خیلی بیشتری گوش کردم. همین نقطه قوت حزب عدالت و است و به همین دلیل اینقدر موفق بوده. مثلا یکی از هوادارهای این حزب به من گفت که ما فقیریم ولی حزب عدالت و توسعه کمکمون میکنه. ما هم پشتیبان های سرسختشیم و هیچ وقت از پشتیبانیش دست بر نمی و 46 درصد رأی به نامزد حزب عدالت و توسعه رقم قابل توجهیه. کاملا درسته. منظورم اینه که باید بهش توجه کرد. کاملا درسته ولی این خصلت جامعه است. ما هم به اونی که نیاز داره کمک میکنیم. ولی یه فرق هست. ما به جایی که به مردم ماهی بدیم، بهشون ماهیگیری یاد میدیم. ما برای حل مشکلات استانبول همه مدل‌های اقتصادی رو بررسی کردیم. به کلیت اقتصاد توجه داریم نه اینکه بیاییم به فرد فرد آدما کمک کنیم اصلا استانبول امکان چنین کمک هایی رو نداره چون میزان نیازمندی خیلی بالاست نکته دیگه این که ما انتظار نداریم که هوادارای حزب عدالت و توسعه بلا فاصله این حزب رو ور و بهش رأی ندن به همین دلیلم گفتم که ما اول راهیم پنج سال وقت داریم و تو این پنج سال خواهید دید که چقدر از هوادارای حزب عدالت و توسعه از ما راضی خواهند شد در چشم انداز شما برای بهبود زندگی مردم استانبول اشتغالزایی مهره اساسیه ولی شما در این حال مشکل اشتغالزایی در استانبول رو به وجود آوارگان سوری ربط دادین که بنابر آمار رسمی حدود 600 هزار نفر هم و شما میگین یک میلیونن اینی که میخونم حرف شماست اگر لازم باشد آوارگان را باید در اردوگاه ها محصور کرد باید آنها را بازآموزی کرد به دلیل وجود آوارگانی که غیر رسمی کار میکنن بیکاری افزایش پیدا کرده چرا این حرف رو زدی؟ چون <ninety word smokingifies> <st> well <forward> این واقعیته ترکیه نتونست پناهجوها رو مدیریت کنه فکر رو بکنین یهو یک میلیون پناهجوی سوری رو میفرستین استانبول و اسکانشون میدین و کمکشون میکنین هیچ کشوری نمیتونه چنین سیستمی رو پیش ببره فقط هم مشکل استانبول نیست. در ترکیه شهرهایی هست که شمار پناهجوهاشون از اهالی شهر بیشتره. هیچ کشوری در دنیا چون این چیزی رو قبول نمیکنه. نباید هم قبول کنه. اصلا چون این چیزی غیر طبیعیه. پناهجوها درست مدیریت نشدن و همین باعث نارضایی مردم شد. همین حالا در کوچه و خیابانهای استانبول پناهجوها با مردم محلی درگیری دارن. ما باید به سرعت وضعیت پناهجوها رو مشخص کنیم برای نمونه حقوق اجتماعی پناهجوهای ثبت شده باید رعایت بشه اما در عین حال باید برای آینده هم طرحی داشته باشیم ما گفتیم پناهجوهایی که در وضع دشواری هستند به ویژه زنها و بچه ها رو باید کمک کرد اما باید این رو هم مشخص کنیم که اینا کجا باید برند زور درمده اونlara yardımcı olacağız ama nereye gitmesi gerektiğini tanımlayacağız. شما احساس گناه نمی کنی از اینکه بین پناهجوها مردم و مردم محلی درگیری پیش اومده چون این درگیری ها همینجا در استانبول هم پیش اومده احساس گناه نمی کنین البته که راضی نیستیم آخه مگه چون این چیزی میشه هم نسبت به پناهجوهای سوری نارضایی هست البته که راضی نیستین چون باید رو راست این رو بهتون بگم به آقای شهردار که شما مثلا گفتین تو بعضی محله ها تابلوی مغازه ها رو نمیشه خوند اینجا ترکیه است اینجا استانبوله یکی از سایت ترکیه درباره شما نوشته شهردار با شعارهای حسفی و نادیده گرفتن بخشی از سکنه استانبول بر آتش تنش در جامعه میدمد. این کار کردی نه؟ غلطه. تعبیر غلطی به کار بردن. بذارین من حرفم رو تا آخر بزنم. قبل از هر چیز باید مشخص کنیم که مسئله پناهجوها رو چطور میخوایم حل کنیم. ما میگیم که به حق حیات و حقوق اجتماعی پناهجوها کاملا احترام میذاریم به بچه ها رسیدگی میکنیم به زنان رسیدگی میکنیم ببینین من استانبول رو کوچه به کوچه میگردم پناهجوها مشکلات زیادی درست کردن مثلا ازدواج کم بینشون هست بچه ها همینجوری ول هستن و گدایی میکنن ما اینا رو میبینیم میخوایم به مشکلاتی که این سوء مدیریت ایجاد کرده رسیدگی کنیم بلچن میگیم که باید طرح ملی و بینامللی برای پناهجوها وجود داشته باشه دیوروز که بیر اولوسا و اولوسا را از پولیتیکا گریشتر ملیست دنیا هنو شوان تک مشکل شما با تابلوهایی به زبان عربی چیه؟ با زبان عربی مشکل دارین؟ به اونم میرسم به اونم میرسم من مشکلی نه با زبان عربی دارم نه با زبان انگلیسی اما شما مشکلی با زبان عربی نداری نه نه اصلا چون شما مسلمانی نه عربی زبان قرآن اصلا مشکلی هست. ندارم اما هر کشوری هر شهری کاراکتر خودش رو داره اینکه تابلوها به یه زبان دیگه ای باشه برای اون کشور و شهر ایجاد ناراحتی میکنه ما میگیم باید یه نظمی به این تابلوها داد اینکه در یه گوشه مشخصی تابلوی هم به زبان عربی باشه اشکال نداره اما اینکه تمام تابلوهای یک کوچه و یه سمت خیابون و کل محله و لابد فردا هم کل منطقه یا شهر به زبان دیگه ای باشه مردم هر کشوری رو ناراحت میکنه <تصفح> <تصفح> چرا در محله که پناهجوی سوری توش هست تابلو به زبان عربی شما رو ناراحت میکنه مسئله زبان عربی شما نیست. مسلمانی به دین اسلام باور داری <تصفح> مسئله عربی بودنش نیست انگلیسی هم باشه ناراحت کننده است این کشور کاراکتری داره مردمی داره در جای خودش میشه تابلوهای انگلیسی و عربی باشه مشکلی نیست ما تابلوهای توریستی داریم که توش عربی هم هست اونا ما رو ناراحت نمیکنه عرب ترکیه, ترکیه از... کشور مسلمانه، عربی زبان قرآنه، شما مسلمان معتقدی هستی، نماز میخونی، روزه میگیری، با زبان عربی چرا مشکل داری؟ اصلا، شما میخوایی بحث رو به یه جای دیگه بکشونی، ولی من وارد اون بحث نمیشم، حوزه بحث من مشخصه، من میگم ترکیه و استانبول کاراکتر خودشون رو دارن، البته که من مسلمانم، اون به جای خود، ولی من مسلمان ترک زبانم زبانی که 16 میلیون مردم این شهر باهاش ارتباط برقرار میکنن زبان ترکیه وگرنه اصلا بیایم کل شهر را پر کنیم از زبان عربی مگه چنین چیزی میشه نمیشه حزب شما، حزب جمهوری خلق که مصطفى کمال آتا ترک برپا کرد و عکسش رو هم اینجا میبینیم. حزب دینی نیست و پایه قانون اساسی غیر دینی در این کشور بوده. اما خیلی از مردم ترکیه مسلمانان دیندار و سنتی هن که به میراث اسلامیشون افتخار میکنن. شما چطور میخواین اونها رو جذب کنین که قطعا نمیخوان ترکیه خیلی خیلی غیر دینی بشه؟ حزب ما اون قدر فراگیره که به همه باورهای دینی احترام میذاره. ما میگیم همه انسان‌ها انسانها با هر باوری و بدون اینکه به باور همدیگه کار داشته باشند میتونن کنار هم در جامعه زندگی کنند. وقتی از لایک بودن حرف میزنیم منظورمون اینه. اصلا در مرامنامه حزب جمهوری خلق هیچ چیزی نیست که باعث رنجش مسلمان محافظه کار بشه. منم دین دارم اصلا فکر نمی کنم که ما در جرب آرای مسلمانان محافظه کار مشکلی داشته باشیم تو همین انتخابات هم رای زیادی از همین مسلمانان محافظه کار گرفتیم بی بیارم. که بیز بو سرچنده یوم بیر محافظه کار کسیمین اوینا aldık. آتش الیاس باشتوی یکی از استراتژیست های حزب جمهوری خلق میگه ما نتونستیم اردوغان رو تغییر بدیم خودمون رو تغییر میدیم آیا شما میخواین برای موفقیت در سراسر کشور شبیه حزب عدالت و توسعه بشین و به میراث اسلامی خودتون خداگاهی بیشتری نشون بدین و چه بسا عناصر غیر دینی رو در حزب جمهوری خلق کمرنگ کنین به هیچ بچ. من نمیدونم جناب باشسوی از چه جور تغییری حرف زده اما اینجوری بگم که اگه تغییر به این معنا باشه که ما برای فهم طرف مقابل خودمون و تصحیح خطاهامون خودمون رو تغییر بدیم بله این واقعیته چون این تغییری هم رخ داده حزب جمهوری خلق خارج از صف سنتیش نسل تازه‌ای رو وارد کار کرده جمهوری تاک کلاسیک دشنده یه نسل دراننایش. <تصفح> <تصفح> این چیزیه که خودتون گفتین ما باید چاشنی مذهب را هم اضافه کنیم منظور من هم, هم همینه مصطفى آقیول روزنامه مستقل هم همین رو نوشته که حزب جمهوری خلق بالاخره داره دین رو وارد کار میکنه حزبی که این واقعیت رو درک نکنه محکوم به فناست منظور شما از چاشنی مذهب چیه؟ درک دین چیز بدی نیست برای درک جامعه باید باورهای جامعه رو درک کرد بخش بزرگی از مردم این کشور مسلمانند بخش مهمی از اونها هم خودشون رو مسلمان سنی معرفی میکنن ضرورت درک باورها و رفتار اونها واقعیتیه من اونها رو درک میکنم چون بین اونها بزرگ شدم میدونم چی حس میکنن و چی میخوان برای همینم قدرت مانورم بالاست از یه طرف امام اغلوی هستم که خودش رو لایک معرفی میکنه از اون طرف هم امام اغلوی دیندارم من اصلا به پدید آوردن فضای سیاسی فکر می که بتونه این دوتا رو با هم متحد کنه. اولان به او کسی ای بیلن بیر var اولو aslında بن birleştirebilen bir, سیاسی راه درازی برای رسیدن به قله در پیش دارین. وقتی به اون پیروزی خیره کننده در استانبول رسیدین، همه گفتن این میتونه آغاز پایان حزب دولت و توسعه و آقای اردوغان باشه. اما حزب جمهوری خلق 69 سال نتونسته اکثریت آرا رو برای تشکیل دولت به دست بیاره. در انتخابات 20 سال پیش حزب شما حتی نتونست یک کرسی در مجلس به دست بیاره. محرم اینجه که از حزب شما در انتخابات ریاست جمهوری با اردوغان رقابت کرد فقط سی درصد رأی آورد و در مقابلش اردوغان پنج و دو نیم درصد راه خیلی درازی در پیش داریم. <تصفح> در سیاست این دورو و زمان راه دراز خیلی معنا نداره نظر من اینه ما در استانبول موفقیت شایسته کسب کردیم رأیی که آوردیم رو هیچ کس پیش بینی نمی کرد اما این رو هم بگم که این رأی کمتر از پیش بینی من بود اما این فقط آغاز راهه بعد از این آغاز چیزی که مردم از ما انتظار دارن مدیریت موفقه یعنی ما باید استانبول رو خوب اداره کنیم تا به مدیریت ما اعتقاد پیدا کنن بعد از اونه که تبلیغات ما در سطح کشور و برای تغییرات سیاسی باورپذیرتر و تشویق کننده تر میشه از این نظر ما فعلا اول کاری اصلا شما هم حزب جمهوری خلق بروشوری به نام عشق رادیکال پخش کرده شما هم در تبلیغات انتخاباتیتون گفتین اگه همسایه‌تون مثل شما فکر نمی‌کنه در آغوش بکشینش عشق دیوارها رو از میان برمیداره. من عاشق آغوشم هیچ کس از آغوش ما فراری نمیشه برنامه شما اینه دوره بیافتین تو کشور و مردم رو بغل کنین منظور از آغوش در اینجا بغل کردن بین بازوها نیست درک مشکلات دیگرانه همدلی باهاشونه درک کردن همدیگه است من دوست دارم 16 میلیون نفر رو بغل کنم ولی امکان نداره منظورم از در آغوش کشیدن درک و حل مشکلات دیگران و همدلی با اونهاست. سال آخرم چهار سال دیگه انتخابات ریاست جمهوریه آیا شما را به عنوان نامزد حزب جمهوری خلق خواهیم دید؟ این سوال رو خیلی از من میپرسن این جواب به راست و درستش اینه در سیاست من عادت ندارم که یه مقامی رو در آینده از حالا برای خودم تعریف کنم شغل من فعلا شهرداری استانبوله و میخوام شهردار موفقی بشم از اون به بعدش هم باور کنین که جامعه تصمیم میگیره حزب تصمیم میگیره تو برنامه شما هم همون جوابی رو میدم که تو همه برنامه های دیگه گفتم گاد نوز خدا میدونه گاد نوز اکرم ممنون خوش اومدین متشکرم